أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ترجمة: و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است. بیشک خواجه خواجگان خواجه عبدالله انصار می فرماید: الهی، چی زیباست ایام دوستان تو با تو، چی نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو، چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو، چه بزرگوار است روزگار ایشان در سر کار تو. بیشک خداوند چنین مهر و محبت عارفانه نصیب ما هم بگردانه. آمین. از همه اولتر حضور شما بیننده های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین دختر پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان که مرا میبینین، صمیمانه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض میکنم. امیدوار هستم از نعمت صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی برخوردار و در امورات زندگیتان موفق و کامگار باشین. بازم خدا را شکرگزار هستم که به من توفیق عنایت فرمود که از طریق برنامه 175 اسلام زن و زندگی مهمان خانه های شما عزیزا باشم. در این برنامه بیننده های عزیز مهمان خاص و ارجمندی دارم که دقایق بعد اونا را به شما معرفی میکنم. از همه اولتر لازم میبینم که کشتار وحشیانه هموطنهای عزیز هزاره ما را در ولایت دایکندی تقبیه بکنم و این کشتار نه گنجایش در اسلام داره نه در انسانیت داره. خداوند مسببین این قتل و قتال ها را به جزای اعمالشان برسانه. او کسایی که میخواین از طریق کشتار به قدرت برسن و از طریق ظلم و تظلم میخواین به دوام قدرت خود بیفزاین. مهمان ما جناب محترم برادر دانشمند ما، برادر ما که هم رتبه ماستری دارن و هم رتبه دکترا دارن در اسلامیات، و اینا محترم سید عبدالرازق لقمان هستن، جوان رشید و دانشمندی که الحمدلله این روزها از وقت به قدرت رسیدن گروه طالبا ماشاءالله در از طریق دین با صلاح دین با مبارزه با جهلایی که از نام شریعت و از نام دین سوء استفاده می کنند رفتن و عالمانه و مستدل صحبت می کنند و از حقایق دین دفاع می کنند. افتخار دارم که چنین شخصیت دانشمند فرهیخته و عالم دین با خود دارم. جناب دکتر سب لقمان به برنامه اسلام زن و زندگی خوش آمدین. حضور شما را خوش خیر مقدم میگم و مایک برای یک سلام و کلام ابتدایی خدمت شما تقدیم است. خوش باشین جناب دکتر سب محترمه. السلام علیکم و جناب شما بینندگان محترمتان معظمتان، و افتخار دارم که همچون شخصیت امروز در پیش روی خود دارم که میراث علامه فیضانی شهید مظلوم افغانستان که قابل تعریف، یعنی تمامی مردم افغانستان از شهرت او را اطلاع دارند و قربانی او را، خانواده شریف و نجیب او را، خانواده که همیشه در راستای دین، در راستای دفاع از مظلوم، در دفاع از مقدسات همیشه سرلشکر بودند. خدا ان شهادت علامه فیضانی صاحب و تمامی شهدای پاک افغانستان را قبول مقبول بگردانه و میراث برانشان اجر و پاداش بده. تشکر میکنم که امروز در خدمت جناب شما هستم و افتخار میکنم که با شما هستم. خواهش میکنم، افتخار از من است. جناب دکتر صاحب، ماشاءالله شما تعلیمات و تحصیلات بسیار عالی و تخصصی در مسائل اسلامیات دارین و هم تالیفات دارین. در شروع برنامه اگر بسیار مختصرا راجع به تحصیلاتتان برای بینندگان عزیز ما که برای دفعه اول از طریق برنامه اسلام زن و زندگی تلویزیون اسلامی ایمان شما را میبینن، خدا مختصرا به معرفی بگیرین، بعد از اون سر صحبت ها. لطف کردن جناب دکتر سه محترمه، من نام قسمی که جناب دکتر سه لطف کردن سید عبدالرزاق لقمان است.
من متولد شهر کابل اصلا از ولایت غزنی هستم، مربوط به خانواده سید هستم. ما پدر ما بکگراند دینی داره، پدر ما در چشم بینا حافظ قرآن بود، کاکای ما علمای دین بودند، در همچنان تمامی آبا و اجداد ما در راستای دین در خدمت دین قرار داشتند، یا امام مسجد بودن یا مبلغ مسجد بودن یا معلم دانشگاه بودن، مکتب بودن یا مدرسه یا استاد دانشگاه بودن. بکگراند ما یک بکگراند دینی است و افتخار بزرگ است که منصوب به خانواده ما میشه. بشه. بنابراین ما در سال 1996 عازم مصر شدم به کمک جناب پیرس مرحوم، به خاطر از که آبا و اجداد ما با خانواده پیرس رابطه داشتند و یک کاکای ما استاد اینها بودند، به مو لحاظ اینا لطف کردن یک بورسیه را در بر ما عطا کردن که من رفتم و این سعادت به ما حاصل شد. در کشور مصر لیسانس در بخش شریعت گرفتم ماشاءالله. و در عین وقتش قبلا یک فرع از جامعه ام القرى یعنی دانشگاه ام القرى در پشاور برای مهاجرین افغان بود. در اوجم من بخش علوم سیاسی را خوانده بودم، قبل از قبل عربی یاد داشتم، یعنی گویا که مسلط بودم به عربی و این زمینه را بر من مساعد ساخت در مصر که هم لسانس اوجا دنبال بکنم و هم ماستری خود، ولی ماستری غیر حضوری بود، یعنی اوجا حضور شرط نبود. بله. دیگر در اوجا دیپلم گرفتم و لسانس و همچنان ماستری خود را در جامعه دول عربی که مربوط کشورهای عربی است، 22 کشور عربی یک انستیتوت تحصیلات عالی دارند. در سال 2003 بازگشت کردم. دیگر از زمو یک خو میراث آبا و اجداد به ما مسئولیت می بخشید. ثانیاً شرایط افغانستان، به خاطر از اینکه همیشه در افغانستان دین به شکل اساسی بنیادی دنبال نشده، به شکل شکلی بوده، همیشه از دین سوء استفاده شده و تا هنوز هم این مشکلات ما داریم که ما نه مراکز تحقیقاتی درست اسلامی داریم، نه مراکز تحقیقاتی مقایسوی اسلامی داریم، ما نه دانشگاه های درست اسلامی داریم، نه مدارس درست اسلامی داریم، فقط افراد و اشخاص ورزیده و بارز داشتیم که جانهای شیرینشان را نثار اسلام کردند، اما هیچ وقت جامعه ما متاسفانه یا حکومت ها اجازه ندادند که این شخصیت ها بتانند خدمات بزرگی را در جامعه انجام بدن و همین وسیله شد که من مصمم شدم که باید ما در بخش دین تخصص حاصل بکنم و در خدمت مردم خود از طریق دین باشم. من حیث یک وجیبه دینی و ایمانی مسئولیت را این تحصیل می ادامه دادم و در خدمت مردم خود قرار دارم. ماشاءالله، خداوند بر عمر پربارتان بیفزاید و انشاءالله که ما تا جایی که مطالعه کردم شما دارای آثار هم هستین که مخصوصا تخصصی در مسائل دینی است و افتخار داریم که در جامعه افغانی در شرایط فعلی شخصیت هایی که دارای معلومات و تخصص در امور دینی هستند چون شما وجود داره. ما بسیار کم میبینیم جوانان ما علاقه بگیرن که در مسائل اسلامیات تعلیمات و تحصیلات خود تا درجه دکترا پیش ببرن و الحمدلله که شما این مسئولیت درک کردین و امروز افتخار جامعه افغانستان هستین. خداوند کمتان نکنه. اگر مختصرا راجع به تلفاتتون صحبت بکنیم بعد از اون میریم سر مسائل که باید بحث کنیم در برنامه. جناب دکتر صاحب گرامی، زمانی که ما در بخش های مختلف خصوصا در دانشگاه الازهر اوجا تقریبا از 99 کشور معاصلین وجود داشت و از ای کشورها با تمامی معاصلینشون رابطه داشتیم در جلسات یا فرض کنیم در لکچرهای درسی یا روابط، اوضاع کشورهای اسلامی را غیر اسلامی یا امت مسلمه که در هر جا قرار دارن از طریق معاصدی ما اطلاع حاصل کردم که اینا در کدام وضعیت قرار دارن. بله خداوند جل جلاله ای درک و ای نبوغ برای ما لطف کرد که ما ایر بدانم که ما اسلام حقیقی و اسلام جعلی بله دو چیز بسیار مهم است که در دنیا هر مسلمان باید بر تفکیک بکنه، بله که متاسفانه بسیاری از مسلمان ها یا مسلمان های عزیز ما ای تفکیک کرده نمیتونن، دقیقاً همیشه از پشتان ای اشتباه میشه. به مو خاطر است ما بیشتر روی توجه کردیم که ما باید یک تفکیک بین اسلام حقیقی
و بین اسلامی که از او سوء استفاده میشه، چی مسلمان ها از او سوء استفاده میکنن، چی دشمن اسلام از او سوء استفاده میکنن، چی سودبران از او سوء استفاده میکنن، و چی هم طبقه ای که اونا در واقع هم مسلمان هستند هم غیر مسلمان هستند، یعنی ما او را در قرآن از مشان منافقین میگیم وجود داره. به مخاطر است که من بسیار روی قضیه تاکید و توجه می بود که باید ما به شکل تخصصی دین را بیاموزیم تا ای که تمام متون را از قرآن عظیمشان ما بگیریم و از سنت پیامبر، چون مرجع اصلی قرآن عظیمشان است، بعد از سنت پیامبر است که تعبیر و تفسیر دین است، قرآن عظیمشان است، و بعد از او دیگر مراجعی است مثل قیاس و اجماع و دیگر مراجعی که او در او علمای کرام اختلاف نظر دارند. البته بله بنان ما اولین تعلیف خود که در او زیاد رویش کار کرد موضوع جهاد دروغین است. این بسیار مهم به این خاطر است جناب دکتر محترم، برای تمامی امت مسلمه، و من را کوشش میکنم که به انگلیسی و به عربی و به پشتو هم ترجمه کنم، زیرا که جهاد دروغین به این معناست که این قتلایی که در کشورهای اسلامی صورت گرفته، بله از سومالیا شروع که تا امروز مسلمان های سومالیا در تمام جهان در بدر و خاک بسر هستند، بله کشور ندارن، نزاع است، جنگ است. اما تو میایم به کشورهای دیگه اسلامی، افغانستان که در قدم دوم یا قدم بعدی قرار داره، و بله مثلا تو اگر ما مراجعه میکنیم به کشور سوریه، به سودان، لیبیا، یمن و کشور بله متعددی بله بنان، ای کلش تمامی کشورها قربانی اما اسلام جعلی شدن. بله شبکه ها آمدن در اینجا به نام جهاد و به نام این فعالیت ها را آغاز کردن و کشورها را نابود کردن. به مخاطر است که من تعلیف من در کتاب اول من که جهاد دروغین روی این قضیه است که آیا واقعا یک مسلمان که مسلمان می کشه این جهاد است؟ بله مسلمان برای مسلمان بم میمانه این جهاد است؟ یک بله مسلمان تحصیل برای خواهرای خود یا دخترای خود ممنوع میکنه این اسلام است؟ این کتاب ما روی ازی قضیه زیاد ماشاءالله مباحث ما البته درس شده که انشاءالله در بسیار زودترین فرصتی را در خدمت مردم ما قرار میدم. دوم تعلیف ما موضوع خائنین ملی است که ما در افغانستان در طول 50 سال رنج ها را دیدیم و تعداد تقریبا 30 میلیون افغان یا قتل شدن یا به شهادت رسیدن یا از بین رفتن در طول می سال، اما تا هنوز معلوم نیست که خائن ملی و بله صادق اسلام ملی است غیر خائن ملی کی است. بله هیچ کسی، همه هر کسی داد میزنه که ما شهید هستیم، هر کسی داد میزنه که ما مظلوم هستیم، هر کسی داد میزنه که ما به اصطلاح مسلح هستیم. بله بنان در این قضیه من مسئولیت دانستم، چیزی را که دیدم، چیزی را که شنیدم، اما درک و فهم خودم فهمیدم که ریشه اصلی مشکل افغانستان به کجا مربوط و منوط میشه. به من خاطر است کتاب تشکیل دادم که بیشتر این تمرکزش بالای معرفی جریان هاست، بله جریان ها چطور در افغانستان خیانت کردن و این جریان ها مربوط و منوط به کی بودن، و علی رأسش اشخاص افراد است، بله نه اقوام شریف، نه اقوام شریف، البته افراد اشخاص که از اقوام مختلف شریف افغانستان هستند، اینا به نمایندگی از کشورهای متعدد آمدن در افغانستان وحشت کردن، دهشت کردن، قتل کردن، قتال کردن، دزدی کردن، اختلاس کردن، تبعیض کردن. بنان ایرا رویش به نام خائنین ملی کیست، ایرا ما رویش زیاد تمرکز داره. دیگر دو کتاب دیگه که اصل و یکی رساله ماستریم است که مقایسه بین قوانین بین المللی و قوانین اسلامی در رابطه به حقوق بشر است. بله بله، و کتاب بعدی ما عرف و عنانات و موضوعات فرهنگی که بر ضد اسلام قرار داره و این رساله ماستری دکترای اخیری ما است. ما شاء الله جناب دکتر، شما میدانید که در افغانستان بسیاری از خرافات یا بسیاری از عرف و فرهنگ ما در تضاد با اسلام قرار دارد. بله واقعا و او مثلا چربیده بر اسلام او بله نکاح اجباری از او جمله است، بله بدل دادن یک دختر در مقابل قتل، بله دیگر موضوعات بسیار بزرگی در افغانستان است که مطلقا به ضد اسلام قرار دارد، بله و خصوصا در این و اواخر ما میبینیم که قومیت، تعصب، زبان جای قرآن و سنت را یا جای
شریعت اسلامی را گرفته. به این معنا که بسیاری از رهبرها، بسیاری از کادرهای ما متاسفانه پیرو دین و قرآن و سنت و اخلاق اسلامی نیستند، پیرو امو کشش های ذهنی قومی خود زبانی و قومی و سمتی و زبانی هستند که بسیار یک مشکل کلان است. به مو خاطر است این کتاب ما بسیار یک کتاب پر ماجرا است، یعنی ماجراهای افغانستان را به شکل تطبیقی یا به شکل که مستند ما او را جابجا ساختیم که در اینی حادثه ایلیجا دین اسلام البته زیر پا شده، یا آیت قرآن عظیمشان را اوجه تذکر دادیم که مخالف با این آیت قرآن عظیمشان قرار داره یا مخالف با این سنت پیامبر قرار داره، خصوصا اعمال طالبان را که اینا در طول 35 سال چی کار کردن و بله. چه نقاطی بر تطابق با نظام اسلامی داره و در مخالف با نظام اسلامی است. و اكيد. دیگر یک کتاب که او سنت در 24 ساعت به زبان عربی است که کسی که او رو تعلیف کرده شیخ احسان یک کسی است، ما او رو ترجمه کردیم به زبان فارسی، کتاب بسیار خرد است، لکن همی در 24 ساعت سنت هایی که ما پیروی هستیم یا با خبر هستیم یا اطلاع داریم یا بی خبر هستیم اطلاع نداریم، او را ما در وجه تذکر دادیم که فقط موضوع ثواب است، موضوع تشویق و ترغیب است. دقیقا و دیگر کتب آثار دیگر هم دارم که فعلا فکر میکنم بمی بسنده میکنیم جناب دکتر سمترم. بسیار زیاد تشکر. ما فکر میکنم که یعنی واقعا هر یک از آثار شما کمیال شما گفتین، من حیث یک شنونده سخت علاقمند شدم که ما ایره داشته باشم. اگر بیندای عزیز ما علاقمند باشن و باید علاقمند باشن برزی که امراض جامعه را شما من حیث یک دکتر معنوی تشخیص کردین و مطابق نیازمندی های جامعه به استناد قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما به حساب او را راه علاج در این آثارتان قرار که گفتین به حساب ای را نشان دادین. امیدوار هستم که در قسمت از یک چطور بتانیم ما این آثار را به دست بیاریم، اگر به حساب مختصرا معلومات بتین به چاپ رسیده از طریق آمازون است یا چطور میتونم بیننده عزیز ما اگر علاقمند باشه این کتاب را به دست بیارن. ایر جناب دکتر، من 2 سال پیش با یک دوست خود در تماس شدم در افغانستان و یک 500 دلار مرا روان کردم که کتاب مرا زیر چاپ بگی، اونا موفق نشدن، نتانستن کتاب را زیر چاپ بگیرن، چرا که متنی که در او گنجانیده شده بود بله اونا نمیتونستن که از او اخذ کرده بتانن. بله باز تلاش کردم که اگر در جمهوری اسلامی ایران کسی را پیدا بکنم که یک مقدار آگاهی به این قضیه داشته باشه و در عین وقتش بر کمپیوتر هم آگاهی باشه، اما موفق نشدم. دیگر کتاب متن پیش ما هست، تا هنوز متاسفانه چاپ نکردیم چون زمینه چاپ در بریتانیا مهیا نیست، بله میفهم در آینده که دور و نزدیک را کوشش میکنم که ایره هم چاپ بکنم هم در خدمت دوستا قرار بدم، چون عرصه کتاب در ماحول دین و ضرورت ها یا قسم که شما لطف کردین نیازمندی های روزمره دینی است و خودم هم ایره احساس میکنم که بسیار ضرور است بله جوانان و نوجوانان باید بدانند که چه توافق با دین داره و چه تعارض با دین داره، چرا دقیقا که امروز فرامین طالبا و خصوصا ای احکام طالبا هو به هو در او کتاب تذکر داده شده. اگر ما میتونستم این توفیق خداوند به ما میداد که قبل از قبل ما توضیح میداد مقدار روشنگری در او وجود داره و میتونست که جوانان از او استفاده مثبت کرده بتانند، و ما انشاءالله که در آینده دور و نزدیک در بین 1 ماه 2 ماه در خدمت شما قرار بدم انشاءالله. انشاءالله امیدوار هستم شما موفق شوین دکتر صاحب که ای آثار چاپ بکنین، برای که ای بسیار ضرورت های اهم حیاتی عصر ما است. این کتاب ها مهمترین نقطه شیست که در این جمعه محافظه کاری نکردیم بله و هیچ چیز را دین پنهان نکردیم. با تاسف که تعداد از دوستای ما بله دین را پنهان میکنن، ما به مخاطر است که یک مقدار چاپی از نظر سیاسی یک کار آسان نیست، ولی ما کوشش میکنیم که مراجعی را پیدا بکنم که بله مطمئن باشم که رعد اونا از این داشته باشه که کارا بکنن. فامید بلیگ شما چی میگه؟ دیگه به او خاطر یک مقدار نیاز دارم که مسئول باشه و یک مقدار و مسئول بودنش به مقدار پول زیاد ضرورت داره که به کسی علمای دانشمندی باشه که اونا
ای را یک مرور کرده بعد از چاپ بکنند. به هر حال ما حاشیه نمیریم، چون صحبت های ما شما بسیار موجز است. میایم یک کلیپ بسیار کوتاه دارم جناب دکتر صاحب با شما شریک می کنم. بالایی صاحب به صمدی میگه صدای شما مشکل ساز است، باید صدای شما شنیده نشود. صدای ما مشکل ساز نیست، صدای ما صدای سازندگی هست. صدای ما چیش کاری داره که شما بشنم؟ این مسئله قسمی هستم که دین اسلام به خانم ها امر کرده که اگر شخص نامحرم دروازه شما را تحقق میکنن، شما با آواز نرم نرم صحبت نکنید که به دلهای از و مرض پیدا نشد. شما به همچو ملانما ها چی میگین؟ اگر به متن قرآن عظیمشان مراجعه بکنین، همی کسی که این صحبت را کردن مطلقا قرآن را تحریف کردن و مطلقا دروغ بستن به قرآن. امی آیت در ذهن است که بله آیه سوره 32 سوره عذاب است. خداوند جل جلاله اقسم می فرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بله ایره ای قسم تعبیر کردن که یک زن تق تق میکنه و میایه و باید ببین اصل قضیه را که او در آخری آیت ذکر شده است که خداوند جل جلاله امر میکنه با کی بیان سال نبی بله زنان پیامبر گرامی امر میکنه که شما از جمله زنانی هستین که متفاوت از دیگر زنها هستین. اول امو وجه تمیز را بیان میکنه، یعنی مقامتان رفیعتر و برجستتر و بالاتر است. بله اگر از خدا ترس دارید و پرهیزگار هستید و پرهیزگار باشید، پس هرگز با مردم نرم و نازک سخن مگویید. بله هدفی نیست. این یک طرف قضیه است. اصل قضیه چیست؟ که مبادا در دلهایشان بیماری هوا و هوس، یعنی هدفشان تحریک شهوت است که بله یک قاعده عام در شریعت است. چه مرد چه زن باید حرکتی را نکنه که طرفین تحریک شوایی یک موضوع قاعده عام است. اما خداوند جل جلاله در اصل آیه لطف میکنه و قلنا قولا معروفا، بله یعنی شما متین درست و نیکو سخن گوید. ببینین این طرف آیت این محترم بخی ترک کرد بله نگفت. بله در اینجا سه اشکال وجود داره. یک اشکال ای که آیت گرفتن قطع کرد، چیزی که به نفع خودشان بود او را گفتن، چیزی که حکم خدا سوره نگفتن، دقیقا حکم اصلی خدا را پنهان کردن. ثانیاً او را به یک شکل بیان کردن به شکل کردکی، یعنی قرآن عظیمشان یک کتاب که مملو از حرمت و احترام از یک جایگاه شامخ برخوردار است. او را موضوع تک تک در اینجا مطرح ساختن، در حالی که او به زنان پیامبر دقیقا خدمت کرد. ببینید جایگاه ازی بسیار بالاتر از این است که من خود ما وقتی که ترجمه میکنم حتما حراس دارم که من اشتباه نکنم. حکم خدا به این سادگی نمیشه که به این قسم شکل از او حکم استنباط کرد و بالای مردم بیچاره ای افغانستان تطبیق کرد. بنان کاملا سوء استفاده از دین و جهل و جهالت از دین و خصوصا ظلم و مظالم از آدرس دین، دیگه چیزی تعبیر کرده نمیتونم از این. و این قضیه در آیت دیگر قرآن عظیمشان همچنان در آیه 53 عذاب خداوند جل جلاله به شکل دیگر می فرماید، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بشک واقعا و هرگاه از زنان رسول متاعی می طلبید از پشت پرده بطلبید. بله. در حالت حجاب بنان خود مطالبه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن از طریق صدا می شود و طرف مقابل از طریق صدا پاسخ می دهد. بله. و در این راستا آیات های متعددی وجود داره، احادیث بسیاری وجود داره. و خصوصا جناب دکتر شما در جریان هستیم که حضرت بی بی عایشه صدیقه 400 حدیث شریف را چه بله. کم چو بیش اینا روایت کردن. بله. بنان بخش فقه اسلامی را روایات حضرت بی بی عایشه صدیقه تشکیل میده و این خودش مفهوم مخالف نشان میده که حضرت بی بی عایشه صدیقه در محافل بوده، در مجالس بوده، در حقیقا خطبات اشتراک کردن
بله و هر فعل و کردار پندار پیامبر او آوردن نقل قول کردن و او را صحابه نوشته کرده به نحیث حدیث به ما. غیر از او بخشین یک سوال همینجا برام پیدا شد، برای زی که اکثرا ما ایتو میشنویم که بیشتر از 2000 حدیث از قول بی بی عایشه صدیقه نقل شده، شما میگین ای 400 است؟ ممکن است که در تعداد من اشتباه کرده باشم، فرمودید شما کاملا درست هست. سه چرا؟ دین تان پیغمبر خدا یا چهار سه دین تان، سه دین تان شما از که بی بی عایشه صدیقه یا زمین همه را یاد بگیرین، مانای عزیز که بس بخش اعظم دقیقا حدیث ثقه از قول از اونها روایت شده. بله دقیقا کاملا، ما سالهای پیش رو مطالعه کرده بودم که تقسیم بندی بمو 1400 حدیث را که ما بر روایتی گفتم فکر می کنم در موضوعات عقیده بود یا در موضوعات تقسیم بندی شده بود. امی درست روایت هایی که حضرت بی بی عایشه صدیقه کرده بود ای از بله نظر تخصصی تقسیم بندی شده، فکر می کنم که 400 آیت فقط در 400 حدیث در مورد فقه بود یا عقاید بود، به او خاطر ما امو در ذهنم بود. هر حالش خب، ما در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم یک خانم داشتیم به نام خنسا، یک شاعر بله مشهور بود که شعر می سرود و پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم توصیف می کرد، صحابه را تشویق و ترغیب می کرد و خود از شعر از طریق صدا بله چی می شه تقدیم می شه. بله و ای که ما اگر زندگی خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه یا در مدینه منوره مد نظر داشته باشیم، در اوج خانمای مشرکین می آمدن، داد و گرفت داشتن، رفت و آمد داشتن، همچنان در مدینه منوره یهود اینا بازار داشتن و در سوق می رفتن و خرید و فروخت و تعامل داشتن. خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم یعنی بارها خانمای یهود با اونا مخاطبه کردن، هیچ گاهی نه پیامبر گرامی نه صحابه کرام هیچ و نه هیچ آیت در قرآن عظیمشان وجود داره که صدای زن ممنوع است یا حرام است یا عورت است، مگر او که تحریک باشه. تحریک یک قاعده عام است، بله تحریک چی زن باشه چی مرد باشه در هر حالت است. و بله چیزی که دکتر سه محترمه بسیار خطرناک هستی است که حالا فکر کنیم در این حکم هینا تبعاتی که صادر میشه یا خارج میشه چی است. بله بنا در اینجا قرائت قرآن عظیمشان خانمارا بله آموزششان، تدریسشان، موازیشان، تبلیغشان و بله تمامی روی کرده که دین مبین اسلام قرآن عظیمشان به او امر کرده بله ایره در تحت سوال قرار دادم. بله یک قضیه نیست که در این حکم خود تمامی تبعات بسیار منفی پیامادهای بسیار منفی در این نهفته است. دقیقا یعنی جایگاه از یک طرف اسلام و قرآن ضربه وارد کردن بله و او را اگر سطح جهان به این شکل بدانند که به این شکل حکم صادر شده، خب بسیاری کشورهای بسیاری افرادی که از اسلام آگاهی ندارن میگه اسلام نمیت یک دین ظالم است، بله یعنی بله یک واقعا نامی سرتاسری. و دیگه ای که خود شخصیت خانم را یا بله زنان را اینا کاملا زیر سوال بردن و زیر پا کردن، بله در حالی که آیات های متعدد وجود داره که زن و مرد هیچ فرقی نداره، همه موضوع تقواست، بله موضوع کسب است دقیقا و ضمناً موضوع تحصیل است، تعلیم است. و شما قصه حضرت خدیجه الکبرى را شما میدانید که اولین انسان، اولین بشر، اولین مسلمان که فرمایشات پیامبر گرامی را تایید میکنه و او را تصدیق میکنه و او را کمک میکنه او کی است؟ و یک خانم است. بله او کی است؟ حضرت بی بی خدیجه الکبرى است. یعنی یک مرد اول مسلمان نشده، اول یک زن مسلمان شده. دقیقا ببینید در اینجا همین قسم روایت های متعدد مستند در سنت پیامبر، در قرآن عظیمشان، در قصص قرآن عظیمشان که ای عام مردم در زیاد علما و دانشمندان صحبت کردن، من نمیخوام بیشتر در این صحبت بکنم به خاطر اینکه مثل آفتاب روشن است که این دقیقا احکام اینا بر ضد اسلام است، بر ضد خانم های شریف افغانستان است، یک آدرس اجبار و اکراه و فشار آوردن تحمیل کردن بالای خانم های مظلوم و قرمان افغانستان است. بس دیگه کدام هدف دیگه نفته نیست. جهان سپاس جناب دکتر سب، واقعا کلگیش از کم فهمی افکار عمومی جامعه افغانستان در مسائل دینی است که سوء استفاده می کنند ای شیادا و به نام دین تجارت سیاسی خود می کنند. متاسفانه که چون ای کاش تعداد علمای روشن ضمیر با احساس و نخبه مثل شما در افغانستان زیاد می بود که اینمو تو بدون ترس
با شجاعت از دین مقدس اسلام و از فرمودات قرآن و رسول نبی کریم صلی الله علیه و آله دفاع می کردن. جناب دکتر صاحب، با تایید همه حرفهای شما، ما برای همه زنای افغانستان این سوال است که چرا ما با این نقطه رسیدیم؟ چرا دوباره دشمنای اسلام با روکش اسلام با سلاح اسلام در مقابل امت مسلمان ما استاد شدند و امروز با حربه شریعت گردن حامی بزرگ اسلام که او مادر است، او خواهر است و او زن است، چنان که شما گفتین اولین مسلمان کی بوده؟ بی بی خدیجه الکبرا بوده، اولین انسانی که همه هست و بود خدا فدای پیشرفت اسلام کرده کی بوده؟ بی بی خدیجه الکبرا بوده، بازم یک زن بوده. اینمی اولین ها چرا حذف میشه؟ هدف استعمار یا هدف به حساب پشت پرده امی گروه حاکم چی است؟ چی میخواین؟ جناب دکتر سیبی، سوال بسیار سیاسی هم است و دینی هم است، اجتماعی هم است، فرهنگی هم است، اکادمیک هم است. من مقدار در موضوع سیاسی از میپردازم. زمانی که از شعائر اسلامی، از احساسات اسلامی و از متن مقدس دین مقدس اسلام روسها در افغانستان شکست خورد، شما میدانید که در ابتدا وقتی که مجاهدین جهاد آغاز کردند، فقط در دستشان یا تفنگ چرایی بود یا چاقو بود یا داز بود یا او بوتلایی را که پر از تیل یا بنزین می کردن، بالای دیگر خو اصلا نداشتن، شما به یاد دارین. بله، و وقتی که کشورهای متعدد به خصوص علی رأسش غربی ها دانستند که مردم افغانستان کسانی هستند که از مقدسات دینی خود، از شعائر دینی خود، از ارزش های دینی خود اینا بسیار به صداقت و متانت دفاع میکنن، بعد از اینا کمک کار آغاز کردن. بله. یعنی معنایش چیست که وقتی که ما جهاد آغاز کردیم، نه به خاطر نفع امریکا آغاز کردیم، نه به خاطر نفع پاکستان، نه به خاطر نفع ایران، نه به خاطر هیچ کسی، به بله. خاطر اعلای کلمت الله کار آغاز کردیم. و بله. هر چیزی ابتدایش بسیار مهم است، سرآغاز یک قضیه بسیار مهم است، بله. چنانچه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرماید انما الاعمال بالنیات. بله. بنان نیت مردم افغانستان از جمله علامه فیضانی شهید و دیگر بزرگای ما که در این راستا جانهای شیرین خود شهید کردن که تا امروز به مو خاطر وضعیت این وضعیت ناگوار که بوده ما نتونستیم که عشق گذاری به او شهدای که از نظر فکری ما او معلم ما بودن و استادان ما بودن، ما این جنگای پیاپی دشمنان اسلام به طور مجموع دانستند که دین مقدس اسلام یک دینی است که در او حقیقت وجود دارد، در او صلابت وجود دارد و اینا هیچگاه فکر نمی کردن که روس ها به این سادگی شکست می خورن. بله. اما روس به خاطر اینکه در او وقت ارتش سرخ بود، ارتش سرخ آنقدر خطرناک بود که حتی در اروپا حزب کمونیست، مثلا حزب باریگارد سرخ در ایتالیا، دیگر احزاب در آلمان شرقی کمونیست بود و خود پیمان وارسا شما می دانید که تا نیکاراگوا، تا کیوبا و تا این کشورها سرحد کرده بود، در کشورهای عربی یمن شمالی و این طرف هم از بحث عراق، از بحث در سوریه، یعنی کمونیست ها تمام جهان را زیر تسلط خود داشتند. اما هیچ کسی این جرأت و این متانت نداشت که در مقابل روسا حتی مرگ به روسیه هم بگوید. اما مجاهدین افغانستان، شهدای افغانستان که در رأسش ارزش‌های اسلامی قرار داشت، روسها را با مو قوت و صلابتش خداوند جل جلاله از طریق خون پاک شهدای افغانستان شکست داد. دشمنان اسلام، بسیار سازمان یافته این را درک کردند که در اسلام یک چیزی نهفته است که عبارت از قداست است، صداقت است. بنان با مو خاطر است که اینا آمدن در پاکستان سرمایه گذاری کردن و در اولین کاری که کردن جنرال ضیاءالحق را با تمام اراکینش کشتن، به طور مرموز او کشته شد. بعد از او جنگ های مجاهدین به شکل سازمان یافته در بین احزاب نفاق هم داشتند، یعنی نفاق های متعدد الوجوه وجود داشت که خطا هم صورت گرفت در داخل افغانستان متاسفانه. بله. این کلش علی رأس دشمن های اسلام قرار داشت تا که مسلمان ها مجاهدین نتانند در افغانستان موفق باشند و اسلام واقعی را که اینا آرمان دارند روی زو صدها هزار شهید دادند و تمامی راز و نیاز موفقیت و سعادتشان امید دین است،
ایره چطور خدشدار بسازن، چطور ایره تخریب بکنن. در بین مجاهدین اختلافات بسیار عمیق را اینا البته راه اندازی کردن، و به مو خاطر است که بله وا زیمای افغانه و اشت گانه بله ایره اجازه نداد. بعض ابو جا اینا پیش خود البته ایره تصور کردن، فکر کردن چون کشورهای هستند که جهان شمول هستند، در جهان سیطره دارند و البته شبکه های بسیار خطرناک استخباراتی سازمان یافته دارند. اینا را درک کردند که چطور ما میتونیم امی اسلامی را که افغانستان یا مردم افغانستان در مقابل روس ها یا ارتش سرخ شکست داد، از این ما چطور استفاده کنیم. بله به مو خاطر است که اینا اولی که مجاهدین از بین بردن، گروه طالبان ایجاد کردند، بله گروه طالبان که ایجاد کردند و بوکو حرام در نایجیریا ایجاد کردند، شباب در سومال ایجاد کردند. اینا دانستند که یگانه مرجعی که اسلام را تخریب میکنه و ما را به اهداف جیو استراتژیک و جیو اکانومیک و دیگر قضاها میرسانه و چی است، خود اسلام است که از متن اسلام ما باید به این خلاص آدرس بله میکاره کردند. این بله حال سومال شما میبینید به کدام وضعیت رسیده، بله سودانش ببینید، یمنش ببینید و افغانستان ببینید. بله چرا که افغانستان از نظر نقطه جغرافیایی در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار دارد که در تقابل با کشورهای غربی مثلا روسیه، ایران، چین در مقابل غرب است، طرف کشورهای عربی در مقابل ایران است، یک موقعیت بسیار جغرافیایی خطرناک دارد. به مو خاطر است که اینا سرمایه گذاری است بالای دین کردن. بله و ما شخصا در پیشاور در پاکستان بودم، در حیات آباد بودم که امی طالبان البته سر و صدا بلند شد که گویا طالب و طالب. اوجا استادای ما عرب ها بودن که اونا عرب ها به دو قسم تقسیم شده بودن. یک تعداد عرب ها بود که اونا مخالف سیاست های پاکستان بودن، اونا میگفتن که شما مجاهدین را به اتفاق نسازین، که از او جمله دکتر عبدالله ازام بود به پنجشیر سفر کرد، وقتی که پشاور آمد در روز جمعه با دو پسر شور توسط مین چسبکی به شهادت رساندند بله و یک تعداد عرب ها تسلیم به آیسای شد، با اونا هم دست شدند بله متاسفانه. بنان از اون وقت اینا طالبان ایجاد کردند بله بر ضد مجاهدین، بر ضد مقدسات اسلامی، بله ولیکن با آدرس و با لباس دین. بله این حالی میایم سر موضوع خانم ها. بله شما میدانید جناب دکتر محترم که خانم یک مادر است و یک معلم است بله و همچنان یک رهبر اجتماعی، رهبر خانوادگی، رهبر، یعنی یک خانم بسیار مهربان می باشه، یک خانم بسیار در موضوعات اساسی خصوصا در تدریس و درس و در موضوعات علمی و اکادمی بسیار پیش قدم هستند. و دقیق مخاطر است که اینا به این فکر شدن که چطور ما خانم های افغانستان را که اینا فرزندای خود به شکل درست از طریقه اسلام یا طریقه اسلامی یا به اسلام و آموزش دینی و اخلاقی را اینا درست تنظیم و ترتیب نکنن و یک نسل درست را در جامعه تقدیم نکنن، به مو خاطر است که از ابتدا با اینا با خانم ها مشکل دارن طالبان. بله بله از ابتدا ایتونست که از آلی آغاز شده بله و این اسلام جعلی و اسلام استخباراتی را در ابتدا هم که آمدن خانم ها را تحصیل نماندن، خانم ها را در خانه حبس کردند دقیقا و جنایات و وحشت هایی را کردن که شما به یاد دارین و در یک کتاب نوشته شده به اساس گرفته. بله چرا که دشمنان اسلام ترس زیادی که داره از خانم ها به این خاطر داره که خانم وقتی فرزند تقدیم میکنه، فرزند زیر تربیه مادر می باشد بله نه زیر تربیه پدر. پدر یک کسی می باشه که میره در بیرون کار میکنه و ایواشه باطای اقتصادی را زیاد توجه داره، اما اصل تربیه و اکثریت ما در افغانستان یک منقوله داریم، یک کسی که کار خوبه بکنه وقتی که میگیم هم ای به طرف مادر خود رفته، چون بله اخلاق مادر بالای فرزند بسیار تاثیرگذار می باشه. بله اما خاطر است که اینا اصل قضیه را نشانه گرفتن که بله عبارت از توهین و تحقیر خانم هاست. بله یکی دومی که خانم ها در دین مقدس اسلام از جایگاه بسیار برتر برخوردار هستند، یعنی موضوع حمایت از یک خانم در دین مقدس اسلام شما میدانید که این حمایت از یک خانم هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فیزیکی، هم از نظر حیثیتی یک وجیبه دینی برای مرد هاست. بله یعنی ایرا خواستن که کاهش بتن برخلاف دیگر کشورها. در کشورهای زیاد متعدد خانم ها هو به هو مثل مرد باید کار بکنه مثل مرد، یعنی اما تقسیم بندیش از نظر شکلی تو معلوم میشه که گویا که اینجا مساوات است، در واقعیت تو نیست. بله در دقیقا واقعیت بسیار کارهایی است که خانم ها کرده میتونه و مردها کرده نمیتونه، بسیار کارهایی است که مردها کرده میتونه خانم ها کرده نمیتونه. اینا تو مختلط ساختن بله کار را کردن که خانم ها را ضعیف ناتوان نشان بدن و خانم ها را توهین و تحقیر بکنن.
به مو خاطر است که متاسفانه اینا موفق شدن. و بله چیزی که خیلی بسیار بنیادی و اساسی دکتر زیب پاسخ به سوال شما که جواب بسیار دراز روی است که اینا متاسفانه نیت بسیار بد و نیت بسیار سو در آینده طویل مدت دارند. اینا میخواهند که از فرزندان افغانستان انتحاری تربیه کنند که در این بله راستا خانم ها نمیشه که انتحاری تربیه شود. هیچ خانم خانم را به قتل نرسانده، هیچ خانم نکردم. رئیس جمهور نبوده که جای قتل کرده باشه. نال در افغانستان امی لحظه ای که 21,000 مدرسه وجود داره، 3 میلیون طفل کلش بچه ها هستند، بله یعنی بله پسران هستند، طبقه ذکور هستند. اینا برای جنگ های نیابتی استفاده میشه، بله من حیث انفجاری انتحاری و اینا. به مو خاطر است که اینا خانم ها را بخی از صف کشیدن. حال مردم این قضیه رو نمیدانه، اصل قضیه این نیست است بله 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 که بسیار هدفمند سیاسی است. بنان در موضوع دین، چون که اینا میدانند که از دیگر آدرس ها ما نمیتونیم به هدف برسیم، دین را اینجا نشانه گرفتن، دین دقیقا جهاد استخباراتی را میارن. و من کتاب الامار الاسلامی و نظام ها را هم خواندم و این فرامینشان هم خواندم. 80% در تضاد با قرآنیزمشان، 80% در تضاد با سنت پیامبر این قرار داره. بیشک جهان سپاس دکتر صاحب محترم، گرچه همطور که شما گفتین این موضوع برای یک 5 دقیقه 10 دقیقه تشریح نمیشه، ای ریشه مشکلات افغانستان از قرنها بوده و مخصوصا در این نیم قرن که استعمار شرق و غرب هر دوش دست خدا یکی کردن، که بله نقطه اساسی ده که عقیده مسلمان ها است، اینمی نقطه را ایا پیدا کردن که چطور میتونن در لباس خود امی عقیده ای عقیده را تذلیل بکنن، برای که هر قدر که تلاش کردن نه روبل روسی و نه دلار امریکایی و نه کلدار پاکستانی و نه دینار عربی و ریال ایرانی نتانست این مردم تسخیر کنه از خانشانه، با مو سوچگی و با مو پاکی و با مو قداست مردم افغانستان به حساب به مبارزه خود علیه استعمار ادامه دادن. آل چطور باید این تذلیل بکنن، ای عقیده پاک چطور مقدر بسازن با صلاح دین در سیمای شریعت، امی جفار در حق ملت افغانستان میکنن که خداوند انشالله که ناکامشان بسازه و ناکام هستن انشالله. آل برای پیشگیری از اینمی معزله که امروز در لباس شریعت دامنگیر ملت مظلوم افغانستان شده، ما چی کار باید بکنیم؟ از کدام راه میتونیم که صدای خود بکشیم؟ چرا عالم اسلام در این مورد سکوت کرده؟ چرا در هم نوایی نمی کنه با ملت افغانستان؟ چرا اینا را متوجه خطایشان نمی سازه؟ این سوال است که دانش مردم افغانستان میخواهد بفهمه که راه علاج چیست و چرا جهان اسلام در این مورد خاموش است. بسیار زیاد سوال جامعه جناب دکتر محترم شما بهتر میدونید که دنیا بر محور اصلی تبلیغات استوار است. بله امروز هر شخص یا هر گروه، هر حزب، هر کشور منابع تبلیغاتی را در اختیار داشته باشه، اون برنده است. بله اگر نداشته باشه، ولو که هر قدر قهرمان باشه، مظلوم باشه، بیچاره باشه، کسی صدای او رو نمیشنوه. بله و ما شما ایره میبینیم در فلسطین، مثال ها را میبینیم در کشورهای دیگری. افغانستان به همین قضیه است. بله بنان در این قضیه بزرگترین حربه و بزرگترین، البته که ما بتانیم به موفقیت برسیم و پلانا و دسیسه ها و توطئه های دشمنان را خونسا بسازیم که او دشمنیشان بسیار عمیق است، بسیار دقیق است، سازمان یافته است، او ای است که ما در تبلیغات خود بسیار صادقانه برخورد بکنیم و هر کسی بر ادای مسئولیت بکنیم، نظر به توانی علم و دانش و فهم که دارن در هر جای ظاهر شویم، بدون از که ما موضوعات کتمان بکنیم، بدون از که محافظه کاری بکنیم، بدون از که ما تعصب و قومگرایی و مذهبگرایی بکنیم. باید متن قرآن عظیم و شان، سنت پیامبر گرامی را و دیگر ارزش‌های دینی را که همه این امکانات در اختیار خود دارن، هر کسی موبایل داره، هر کسی کمپیوتر داره و هر کسی دستگاهی داره که بتونه معلومات را جمع بندی بکنن و ایره بیارن رویش بحث بکنن و اسلام واقعی را خودشان کسب بکنن، نظر به مو امکانات خودشان. وقتی که نداشته باشن، با شبکه ها در رابطه شوند، انسان های مخیر، انسان های خیررسان مثل شبکه شما و دیگر شبکه های زیادی هستند که پیرامونی قضیه کار میکنن، اینا در رابطه شان سوالات خود مطرح بسازن و اینا روشنگری بکنن، بیان بکنن، کتمان نکنن این چیزی را و با هم دیگر شریک بسازن که اسلام واقعی و اسلام جعلی را در ابتدا اینا تفکیک بکنن. و اینا باید این حتمی است که بدانن که طالب کاری را که میکنه یا عمل کرده را که میکنه، اصلا طالب هیچگاه نماینده اسلام نیست، طالب هیچگاه نماینده افغانستان نیست و دقیقا. طالب هیچ وقت ما باید نماینده اسلام
ایره به اصلاح محاسبه نکنیم، به خاطر اینکه یک جفا در حق اسلام، چرا اكيد که ما منابع داریم، ما متون داریم. این یک طرف است. دوم طرفی است که یک انسجام فکری، انسجام بسیار عمیق، البته استراتژیک تبلیغاتی به سر تا سر افغانستان ما شما دایر دا، خصوصا کسایی که در خارج هستیم، که بله ما بتانیم روشنگری بکنیم و موضوعات اصل دینی را که مبتنی بر قرآن و سنت باشه به مردم بیان بکنیم. هر عمل کرده را که طالب ابلاغ میکنه، اصدار میکنه، فرمان صادر میکنه، ما باید صبحش برای او 10 چینل باشیم و دهها تلویزیون باید او را پاسخ بدیم که تو خود افترا کردی، دروغ گفتی، تهمت گفتی، اینی تو راست، اینی تو راست. این دو، هیچ وقتی از طالبی توقع را نداشته باشیم که طالب برای ما شریعت تطبیق میکنه، به بله منافع مصالح ما کار میکنه. این را از ذهن خود باید بکشیم، بسیار قاطعانه مبارزه کنیم به این شکل. در موضوع دیگر، چیزی که بسیار مهم است جناب دکتر محترمه، ای است که ما هر کسی ناگزیر هستیم کوشش کنیم که خود را به آگاهی برسانیم که واقعا قرآن عظیم شان در مورد فرامین اینا چه حکم کرده، یعنی اصل حکم قرآن چی است، یا اصل حکم حدیث در مورد که طالبان چیزی را که میگن نوشته میکنن، آیا این تطابق به قضیه داره. هر کس به خاطر اطمینان خاطر خود، به خاطر مسئولیت های ایمانی وجدانی خود، به خاطر ایمان خود باید این کار بکنه. اگر نتونست، از اساتید دیگر دوستا کمک بگیرن، فسالو اهل الذکر، بنان مراجعه بکنن، کم منابع بسیار بی حد و بیشمار در هر جای هستند، انشاءالله مردم مخیر هستند که اینا رو کمک بکنن. اما در رابطه با کشورهای اسلامی، جناب دکتر محترم، در این درد از سالها دارم. ما زمانی که در مصر بودم، بله ما در او وقتم در جامعه دول عربی، وقتی که بین محصلین صحبت می شد، محصلین پاکستانی بودند، در اوجه دمی طالبان رو توصیف و تمجید می کردن. باز ما در مقابل قرار می گرفتیم که نه، اینطور نیست، این شکل است، این شکل است. بنابراین در حمایت از طالبان، کشورهای بسیار با قدرت قرار دارند، یعنی کشورهایی که با در طالبان اینا کمک کردن، تمویل کردن، ایجاد کردن، تأسیس حمایت کردن، کردن آموزش دادن، حمایت کردن، بسیار قوی است. بله در مقابل او، ما شما مردم مظلوم افغانستان، خصوصا خانمای عزیز و که فعلا قربانی اصلی هستند، یعنی فکر کنید که 95% تمام جهان با اونا هستند و ما 5% هستیم که اون تلاش های خود ماست. به او خاطر است که امکانات و تمام آدرس ها نزد اونا است. اگر مثلا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکا، کانادا، استرالیا، کشورهای عربی دقیقا در حمایت از اونا هستند، چرا که اونا قسمی که خدمت شما عرض کردم، به خاطر اهداف بسیار طویل مدت استخباراتی استخدام شدن که او کشورها کلشان در این قضیه سهیم هستند، بله مثل که در تسلیمی جمهوریت سهیم بودن، در این هم سهیم هست. اینا همه ایشان در دوحه بودن، نمایندهاشون در اوجه بود، سفرهایشان در اوجه بود. روی تصادف عبدالحکیم دلیلی، خداوند غرق رحمتشان بکنه، او سفیر وقت در قطر بود، او هم دوره ما بود، بله او همیشه میگفت تمامی نمایندگان کشورهای اسلامی، محصلین تمامی نهادهای بین المللی کشورهای غیر اسلامی اینجا وجود داره در قطر، یعنی طور نیست که اینا بی خبر این موافقتنامه دوحه را چی امضا کردن، دو یا کده باشن. نه، بله همه ایشان اینا، چرا که اونا را قسم بسیار به شکل فریبکارانه، به شکل جعلی اونا را قسم قناعتشان فراهم ساخته، این کاری که میشه به نفع کلتان است. بله و دیگه ای که متاسفانه ما هیچ یک شبکه رسمی نداریم که ما شکایات خوده، درد خوده و امی فرامین و احکام را که طالبا بر ضد دین هستند، بر ضد شریعت هستند، ایره ما مستندسازی بکنیم، یا از طریق کتبی، یا از طریق ویدو، یا از طریق دیگر شواهد و قرائن، ایره ما به کشورهای اسلامی پیشکش بکنیم، یا به نهادهای فقهی جهانی پیشکش بکنیم. چرا او کشورها دارای سلسله مراتب هستند، در دقیقا هر کشور وزارت اوقاف وجود داره، وزارت امر به معروف قرار وجود داره، وزارت هایی است که مربوط به منوط به موضوعات دین هستند. اگر ما این قضایا را به کشورهای اسلامی به شکل درستش سازمان یافته امیال مرسال بکنیم، اونا قطعا خاموش نمیشینند به موضوعات دینی طالب، دیگر موضوعات سیاسی شه اونا مداخله نمیکنن، فقط امی وحشت را که بالای خانم ها خلق کردن به آدرس دین که کل جعلی و دروغ است، ایره حتما اونا بالاشون فشار وارد میکنن. متاسفانه این کار نشده. در طول جمهوریت من بسیار کوشش کردم، بسیار تلاش کردم که این کار صورت بگیره و مقامات بسیار بزرگ دیدم،
اما متاسفانه در جمهوریت ستون پنج کسایی قرار داشت که اونها حمایت از طالب میکردن و بله هیچگاهی نمیخواستن که طالب شهرتشان به اصطلاح تخریب شود یا تخریش شود. به مو خاطر است که جمهوریت به این سادگی سقوط نکرده مثل که مردم میگه. جمهوریت خود مردم خود اهل جمهوریت بله تسلیم کردن امریکا. امریکا یک وسیله بود، اما بله اگر اینا اما جمهوریت اینا صادقانه برخورد میکردن و به کشور خود متعهد می بودن، متفق می بودن و از خدا ترس می داشتن، ایجگاه امریکایی کار نمی کرد. اونا دیدن که اینا از داخل پوسیده هستن، بله دزد هستن، رزن هستن و فساد پیشه هستن، به اسلام احترام ندارن، به منافع ملی احترام ندارن، به تاریخ و به خانم های افغانستان و به ارزش های دینی احترام ندارن. اونا می کار کردن. ما با تایید صحبت های شما دکتر سه محترم، امی عناصر فساد پیشه خودخواه خدا ناخوا بود که ملت افغانستان در گیله غم نشاند و عاقبت ملت ما به این حالت رسید. ما شکر میکشم که الحمدلله شخصیت های خبیری مثل شما است که اینا میتونن به مراجع بین‌المللی به زبان از اونا ما را کمک کنن، ما زنای افغانستان را کمک کنن که صدای خدا برسانه، مخصوصا مراجع بین‌المللی اسلامی که وظیفه ایمانی از اونا است که در این وقت که یک تعداد عناصر جاهل از شریعت صلاحی ساختن و ملت مسلمان توسط از اون میکوبن، باید کسایی که ادعا میکنن پیرو دین مقدس اسلام هستن از چنین سوء استفاده باید جلوگیری بکنن. و الحمدلله شکر میکشم که شما هستین و در این زمینه کمک میکنین ما را و زنای مظلوم و معصوم افغانستان. راه بیرون رفت از این معضله چی است؟ ما باید چی بکنیم؟ ما خانم ها چی باید بکنیم؟ به نظر جناب دکتر محترمه، ما برای سه رای بیرون رفت داریم. یک رای بیرون رفت کوتاه مدت است، بله یک میان مدت است و یک طویل مدت است. بله کوتاه مدت همی است که ما به طور فوری آنی بله یک تعداد از خانمای بسیار برجسته و که اینا همیشه با صداقت و متانت مبارزه کردن، مانند جناب شما و دیگر دوستای شما، که ما علی رأسش یک تیم انتخاب بکنیم و امو اصل قضیه را به کتابت یا از طریق مستندسازی بکنیم و سازمان کنفرانس اسلامی در او دو بخش، یک معاونیت زنان است و نو معاونیت داره که معاونیت بخش زنان مهمترین بخش است. یک کاپیش به اونا روان بکنیم و یک کاپیش هم به اکادمی فقه بین المللی روان بکنیم و یک کاپیش هم به مراجع فقهی، خصوصا علی رأسش دکتر حمید، یک کسی است که او در عربستان سعودی رئیس دارالافتای، البته از نظر اکادمیک علمی است نه از نظر عملی، یعنی او تمامی امو بحثای علمی را به او روان بکنیم. مراجع دیگر در کشورهای در مصر به ازهر روان بکنیم، به کشورهای اسلامی به همهشان، چون که قضیه دین که میشه، قضیه خانم ها که میشه، قضیه دین و خانم ها یک قضیه جهانی است، بله قضیه تنها خانم های افغانستان نیست. اینا که مثلا خانم افغانستان از آدرس دین توهین میکنه، تحقیر میکنه، در حقیقت خانم های تمام جهان را توهین تحقیر میکنه و ای را متقین باشین که ای سرایت میکنه، بله دور یا نزدیک سرایت میکنه و ای سرایت میکنه. بله بنان ما باید بسیار آگاهانه، عالمانه و صادقانه، مدبرانه این قضایه رو به ناشریک بسازیم. یک دو سه چهار پنج، اینی مواردی است که اینی به تضاد با شریعت قرار داره، شریعت قرآن محمدی قرار داره و این مسئولیت و همزمان مکلفیت و کشورهاست که در این راستا و حرکت بکنند. این کدام حرکت سیاسی نیست، این بله حرکت حمایت و دفاع از دین است. بله اونا حتما این کار میکنند. شما میدونید که بسیاری از کشورهای اسلامی در قضای اسلام و عقیده بسیار حساس هستند، بله یعنی وقتی که این موضوع به اونا برسه که گویا اینی طور در افغانستان برخلاف شریعت، برخلاف متون قرآن عظیمشان و سنت پیامبر احکام و فرامین صادر میشه و اینی قسم یک قشر مظلوم و بیچاره را اینا تحت فشار قرار میدن، اول اونا تعجب میکنن که این چه قسم یک نامردی. چرا از نظر عرف افغانی دکتر محترمه این نهایت یک نامردی است که بالای خانم کسی ظلم میکنه؟ بله میفهمین که چقدر مهربان است، چقدر مادر است، بله خانم است، خواهر است، یعنی لطف و مهربانی و شفقت و
ما وقتایی میبینیم که مادر خودش گرسنه نمی باشه، فرزند خود نان یا به اسلام بهترین چیز براش نگاه میکنه، حفظ میکنه، به امید. یا مثلا من مادرم یاد دارم که نصف شب بر من دعا میکرد، خدا حاضر است، نصف شب تهجد میخواند بر من دعا میکرد. دقیقا. یعنی هلال ما چطور بالای خانم ما ظلم بکنیم، چطور ما چشم پوشی بکنیم، چطور اینطور به این شکل، یعنی یک فاجعه است. ایره ای به شکل البته آنی میگم، به شکل میدانی. اما میان مدتی است که ما بیشتر به تحصیلات عالی توجه بکنیم. بله یک سری از خانمای مهربان عزیزی را که نمیخواین تحصیلات عالی انجام بدن، به خصوص در قسمت دین، بله مثلا تفسیر، بله حدیث، عقاید شریف، دراسات اسلامی، بله فلسفه اسلامی، تاریخ اسلامی، بله بنان ما باید یک سر خانمای حداقل افغانستان در بین میان مدت، یعنی بین 5 سال 6 سال، ما حداقل 1000 فارغ تحصیل باید داشته باشیم، به درجه دقیقا ماستری و دقیقا دکترا. و دقیقا در طویل مدت ما باید دانشگاه های بسیار معتبری را در افغانستان، البته ما قبلش ما در کشورهای خارجی بسازیم، که وقت افغانستان آرام شد در 8 زون افغانستان ما دانشگاه های بسیار معتبری را که فقط صدور تحصیلات عالی یعنی ماستر و دکتر در بخش علوم دین باشه، بعد خاص الخاص برای خانم ما باید داشته باشیم، دقیقا تا اینکه معضله به شکل دائمی ریشه‌کن شود از افغانستان، دقیقا نه از افغانستان بلکه کشورهای آسیای میانه و پاکستان، حتی از کشورها هم باید ریشه‌کن شود. ما باید یک مصدر و مرجع خیر باید باشیم و این کار باید بکنیم. برای خانم ها ما باید اینطور دانشگاه را ترتیب بکنیم که فقط اینا ماستر، دکتر، باحث که بیاین خودشان در تلویزیون ها خودشان آیات قرائت بکنن، حدیث قرائت بکنن و گفته یمو چی پاسخ روبرو به طالبا بدن، پاسخ روبرو به کسایی که بر ضد زن مفکوره ضد زن ستیزی داره به اونا ارائه بکنن، و این معضله رو به شکل تاریخی بخی از بین ببرن دیگه، که دوباره این انشاءالله در افغانستان دیگه احیا نشود. انشاءالله. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، شما پلان های بسیار قصیر مدت و طویل مدت بسیار عالی را مطرح کردین که امیدوار هستم خداوند به ما خانما توفیق بده که واقعا دمی قسمتی که ما دشمنای اسلام از وجود ما سوء استفاده میکنه، چی به نام اسلام چی بر ضد اسلام، به نام شریعت از همه امتیازات و حقوق شرعی اسلامی ایمانی و انسانیش محرومش می سازه. ای کلگیش از چی است؟ از عدم آگاهی ما خانم ها در امور دین است. از امو خاطر است که ما باید ضعف خود خواهرای عزیز درک بکنیم و چنان که دکتر صاحب توصیه کرد کوشش بکنیم در هر نقطه که هستیم، میگه ما ایره هر وقت از او بگیرین تازه است، ما کوشش بکنیم که بس خود برسانیم در امور دینی، مطالعه بکنیم، وقت خود ضایع نکنیم. دکتر صاحب از شما وعده میگیرم که در یک برنامه ختم نمیشه، ما باید برنامه های زیادی داشته باشیم که این موضوعات حلاجی شوه و به این صراحت، یعنی انتقاد همه میکنه مگر رای حل هیچ کس پیشنهاد نمیکنه که رای حل چیست. و چقدر شما مقبول زیبا گفتین که ما چطور زنای مسلمان صدایش به مراجع بین المللی اسلامی برسانیم، برو کسایی که اونا از حالت تطبیق شریعت در افغانستان خبر ندارن، از این قوانینی که روایت جای حکم قرآن گرفته و یک روایتی که به عیس دوایی بوده که مثلا اتباعی وقت نظر به ضرورت او را استفاده کردن، او روایت بسا معتبرتر از آیت قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدانند، یا خرافات فرهنگی را جای دین گرفته. ما باید با صلاح در مقابل دشمن بسا مقابله بکنیم که اونا با ما مقابله میکنه. صلاح دشمن عقیده است و او هم از جهالت ما سوء استفاده کردن است. اگر مرد و زن مسلمان افغانستان هم ببینید شما آگاهی زیاد در مسائل دینی ندارن، بغیر از امو الحمدلله و قلوالله اتحیات دیگر ما آگاهی نداریم. خداوند به ما توفیق نصیب بکنه. از وقت گذاری شما جناب دکتر صاحب سپاسگزار هستم. اگر در آخر صحبت های مختصر دارین، وقت برنامه دولت اختام است، بفرمایید. من بسیار کوتاه صحبت میکنم. این است که هیچگاهی خانمها و خواهرای گرامی ما این فکر نکنین که مردا تا آخر با شما میباشند. بله هیچگاه در این مقطع زمانی که طالبان از هر طرف بالای خانمهای مظلوم بیچاره، در این وجیبه ایمانی وجدانی هر مرد است بله که چی باورمند باشه نباشه، باید در حمایت از خانم ها باشه.
بله چون این شرایط خیلی یک شرایط استثناست، این در عربی شاز میگه. ای تو هیچ در هیچ کشور اسلامی غیر اسلامی ایت یک وضعیت نیامده که بالای خانم آمده. بنان در این احساسات انسانی اخلاقی و اسلامی ما ایجاب میکنه که ما باید در مقابل در حمایت از خانم ها در هر حالت باشیم. اما خانم های عزیز ایره متوجه باشند که این امیل از اگر ما ببینیم به سطح افغانستان ما 5 شیخ الحدیث در خانم ها نداریم. دقیقا یه تو نیست که عیب از شماست، قطعا این عیب از حکومت هاست، از بله کسایی که از دین سو استفاده کردن. بله اما در آینده ایره باید در فکر داشته باشیم که ما باید صدها شیخ الحدیث در داشته باشیم. این امیل از اگر ما 5 شیخ الحدیث خانم می داشتیم، ما به کشورهای عربی سفر می کردیم، در ظرف 1 ماه بسیار تغییرات در افغانستان می آمد راست میگن که یک خانم خودش به عربی مخاطب خود مفتی یک کشور عربی رو می گفت که اینطور یک قضیه است، او امو لحظه آنی عمل می کرد، چون بله مسئولیت مسئولیت دینی است. من گفتم موضوع سیاسی نیست. بله اگر خانم گرامی به خاطر ریشکن ساختی، موضوع دکترا خیلی یک چیز است که بازم مربوط خودتان میشه. ممکن است که مردها نتانند کمکتان بکنه، ممکن است که خیلی مردها به این موافق هم نباشند، بله اما بسیار به خودتان تعلق داره. معذرت میخوام، و در مصر هم این کار کردن بله بنام، در مصر یک میدان به نام تحریر در ارمینج خانم خیس مظاهره کردن، او به نام میدان تحریر، یعنی میدان آزادی عالم معروف است. بله در مصر یک وقت شد که 2 میلیون خلع شد، به خاطر که خانم ها بالای حکومت فشار وارد کردن که بله هیچ طلاق حق مرد است. بالاخره حکومت یک قانون را تنظیم کرد، به خاطر که در مصر خانم ها 10 ها هزار PhD ماستر وجود دارد. بله ویزا خودشان تانیستند که این موضوع خلع را مطرح بسازند که از طلاق کده و حکم بالا رفت در مراحل ابتدایی، چون ابتدا هم میتونه یک مذهب. معذرت میخوام که یک ذره خواهش پرگویشی میکنم. بعدی انشاءالله در خدمت شما میباشم. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر از توصیه های بسیار نیکتان. امیدوار هستم که ما خلای خود ما زنان درک بکنیم و کوشش بکنیم که در امور دینی، اماطور که سیاست مدار میشیم، اماطور که انجینیر و دکتر و پیلوت میخواهیم شویم، باید در امور دینی هم متخصصین مسلمان داشته باشیم. منتها یک مشکل جامعه ما است دکتر صاحب محترم، که متاسفانه در افغانستان چون اموتر مرسوم بوده که دین همیشه از زبان مرد گفته شود، وقتی که یک زن از دین بحث میکنه باز حدیث را میارن که ناقص العقل است زن، و ای مستلزم بحث های بیشتر است که امیدوار هستم در برنامه های بعدی باز ما شما را داشته باشم که سر این موضوعات که چطور ما بتانیم امی عقده حقارت که زن افغان مسلمان داره که ما ناقص العقل و ناقص الدین هستم، ای را عام ساختن و او را به حساب بر خورد جامعه دادن، اینمی خودش سبب عدم رشد ما شده. ما با یاد دارم در سال 1367 هفته اجری شمسی را برتون میگم، در شهر کابل امرای یکی از علما ما مناظره داشتم. بر ما میگفتن که صدای زن عورت است. در شرایطی که حکومت کمونستا بود و همه چیز بر زنها روا بود، تنها در مسجد وقتی که زن با او وقت میرفخرالدین آقا ذکر میکردن، وقتی که اینا ذکر میکردن ما هم ذکر میکردیم، میگه صدای شما ناروا است. من برش گفتم که شما به استناد چی میگین صدای من صدای زن ناروا است؟ شما از خانیتون که میبراین تا بعد به حساب وقتی که خواه میکنین در همه جای شما صدای زن، در وقت فقر بود، پیش مغازه کوپونی زن ها استاد میبودن، در سرویس صدای زن ها بود، در همه جای بود. چطور در اوج صدای زن ناروا نیست و در خانه خدا صدای زن ناروا است؟ و اونا نام بعضی کتابا را میدادن و بر ما باز میگن که اگر زن به حساب در امور دین دسترسی می داشت، یک زن پیغمبر می بود. چرا زن پیغمبر نشده؟ 37 سال پیش از امروز این حرف در زمان کمونستا مشینده بودم و امروز عملش طالبا انجام میده. به هر حال صحبت ها بسیار طولانی شد، از حضور شما بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب. شما وعده میگیرم که در یکی از برنامه ها راجع به اینمی خرافات فرهنگی و اینمی تو جعلیاتی که به نام دین آمده ما شما بحث های علمی داشته باشیم تا امی حقوقی حقارت را که زنای مسلمان افغان داره مرفوع شوه و بتانن به جرأت در امور دینی اینا تحصیل بکنن و کوشش بکنن که مشکل خود خودشان حل کنن. ما یکی از مناجات های جناب علامه صاحب فیضانی را در آخر می خوانم که می اللهم انصر من نصر دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم و جعل منهم و اخذل من خذل دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم و لا تجعلنا منهم و جعلنا وسیله لدعاتهم. خداوند نصرت بده او کسایی که ناصرین حقیقی نبی کریم صلی الله علیه وسلم و بگردان ما را از جمله الهی خوار بگردان او کسایی که خوار میکنن دین مقدس اسلام و امت اسلام.
اسلام الهی ما را از جمله نگردانی، بلکه ما را وسیله هدایت و رهنمایی شد قرار بدهی. و تا برنامه آینده شما عزیزان را و جناب دکتر صاحب الله مهربان امانت سلامت می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.